جنگ گرگ‌ها در رأس حاکمیت آخوندی، کیهان خامنه‌ای، آقای هاشمی، منطق امام خلاف منطق شماست. این اتهام را که ما با جهان قهر هستیم، آمریکایی‌ها به ما می‌زنند. ارگان ولی فقیه ارتجاع نسبت به حرفای اخیر رفسنجانی که اخیراً با استناد به خمینی و با حمله به سیاست‌های خامنه‌ای گفته بود نمی‌توانیم با جهان قهر باشیم و به تکامل فکر کنیم، واکنشی تند نشان داد و نوشت: آقای هاشمی، منطق امام خلاف منطق شماست. کیهان خامنه‌ای به نقل از سرمقاله رسالت افزود: مخاطب این سخن آقای هاشمی رفسنجانی کیست؟ انقلاب اسلامی طی 3 دهه گذشته با جهان قهر نبوده است. تنها 2 کشور وجود دارد که با ایران قهر هستند. آمریکا خود به بستن سفارتخانه در تهران در جریان تسخیر لانه جاسوسی اقدام کرد و علی‌رغم قرارداد الجزایر هیچگاه حاضر به عادی سازی روابط با تهران نشد. خود آنها بارها گفتند ما تحریم ها را برای فلج کردن حکومت ایران اعمال می کنیم. خود آنها بارها گفتند گزینه نظامی را روی میز دارند. آنها می گویند ما با شما قهر هستیم. شما چگونه می توانید به آنها بگویید ما با شما آشتی هستیم؟ ثانیاً این اتهام را که ما با جهان قهر هستیم آمریکایی ها به ما می زنند. این اتهام نباید از زبان یک سیاستمدار با تجربه در داخل صادر شود. ارگان ولی فقیه ارتجاع به نقل از همین مطلب خطاب به رفسنجانی افسوده است: چگونه است ایشان چنین نسخه غیر منطقی و غیر عقلانی را اکنون که قرار است عقلانیتی در رابطه خارجی اعمال کنیم تجویز می کنند؟ هنر تعامل این نیست با آنها توافق کنیم، از راهی که آمده ایم برگردیم. این یعنی به باد دادن همه دستاوردها و آرمانهای نجات بخش امام خمینی. پاسخگویی باند رفسنجانی به باند خامنه ای: آقای هاشمی مسئلهشان شخصی نبوده و اصلاح کشور را خواستار بودند. آقای روحانی با ایستادگی پیش خواهد رفت. در همین حال حسین مرعشی از نفرات رفسنجانی در مصاحبه با یک رسانه باند مغلوب به جوابگویی به باند خامنه‌ای پرداخت و با گوشزد کردن شکست مهندسی خامنه‌ای و یادآوری اینکه آخوند روحانی در طرف رفسنجانی است گفت: آقای هاشمی مسئلهشان شخصی نبوده و اصلاح کشور را خواستار بودند. هر کمکی که لازم باشد به آقای روحانی می کنند، ولی کار اصلی را آقای روحانی خواهد کرد و با ایستادگی پیش خواهد رفت. روحانی به اندازه کافی تجربه دارد و جلو می رود و همه هم کمکش می کنند. شناختی که من از ایشان دارم این است که ایشان هرگز اهل عقب نشینی نیست. مرشی شکست مهندسی خامنه ای در نمایش انتخاباتی سال 76 را نیز یادآور شد و با تأکید بر این که الان وضعیت خیلی فرق دارد و حالا دعوا خیلی بالا گرفته است اضافه کرد: در سال 76 دولت هاشمی جزو حامیان خاتمی بود. هنوز صحنه سیاسی کشور آلوده به انواع فشارها و تهمتها و این گونه پیچیدگی ها نبود. در سال 92 ما در واقع پایان یک دوره را دیدیم که انواع و اقسام تهمت‌ها، فشارها و تخریب‌ها در آن کار کرده بود. بالاخره 8 سال است یک عده‌ای حاکم بودند که صبح و ظهر و شب تهمت و حرف‌های منفی را پمپاژ می‌کردند، شایعه درست می‌کردند، همه چیز را زیر سوال می‌بردند، بگم بگم می‌کردند. آقای هاشمی در بالاترین سطح ورود به صحنه کرده به عنوان یک شخصیت که شناسنامه انقلاب است و رد صلاحیت می شود. با رد صلاحیت آقای هاشمی بفهمید فضا چگونه بوده است. هشدار ارگان ولی فقیه ارتجاع به آخوند روحانی: فرصت بزرگ تغییر دولت
به تهدید و آسیب تبدیل نشود. سرمقاله کیهان: رهبری تأکید کردند نیازی به بررسی مجدد جهتگیری ها نیست. ولی فقیه درمانده ارتجاع بعد از شکست مهندسی نمایش انتخاباتی و در مقابله با رفسنجانی که آشکارا و از موضع بالا او را به زهر خوردن فرا می‌خواند، هر روز در کیهان آخوندی تلاش می‌کند شیخ حسن فریدون روحانی را زیر مهمیز خودش ببرد و او را بدون هیچ دلیلی به یک سعید جلیلی معروف به خاک توسری تبدیل کند. ارگان خامنه‌ای در تازه ترین دستپخت خود برای حسن روحانی نقشه راه ترسیم کرده و در سرمقاله‌ای تحت عنوان نقشه راه دولت یازدهم می نویسد: این روزها که دولت یازدهم در آستانه شکل گیری است، آنچه که بیش از هر چیزی اهمیت دارد این است که این جا به جایی به یک فرصت بزرگ و مبارک برای نظام جمهوری اسلامی منجر بشود. اما آنچه که میتواند فرصت بزرگ تغییر دولت‌ها را خدای ناکرده به تهدید و آسیب احتمالی تبدیل کند، یکی به حاشیه رفتن اولویت‌های اصلی کشور و دیگری انحراف از جهتگیری صحیح در مدیریت کشور است. در شرایط کنونی همچنان که رهبری تأکید کردند، جهتگیری‌های صحیح بر اساس قرائت معتبر امام در همه زمینه‌ها مشخص است و نیازی به بررسی مجدد جهتگیری‌ها نیست. کیهان آخوندی اضافه کرد: بنابر این آنچه که به روشنی قابل استخراج است، این که دشمن با سوگیری تغییر اساسی در رفتار جمهوری اسلامی به دنبال انحراف در جهتگیری های صحیح مدیریت کشور است. در این میان خواسته یا ناخواسته یک طیف سیاسی این سابقه را داشته که در این مسیر جدول دشمن را پر کرده باشد و اینجا محل عبرت از گذشته است. دولت یازدهم باید در عمل مواظب افراطیونی باشد که خط نفوذ به مراکز حساس و تلاش برای انحراف در جهتگیری های صحیح را دنبال می کنند. پاسدار اسماعیل کوثری، عضو مجلس ارتجاع: نگرانی از خوراندن جام زهر به خامنه ای و کابوس رژیم از عملیات کبیر فروغ جاویدان. این روزها مصادف با پذیرش قطعنامه 598 و عملیات‌های قادر و مرصاد می‌باشد که کمتر به اصل و محتوای موضوع پرداخته شده است. از طرف دیگر فرماندهان و رزمندگان درخواست می‌کردند که توانمندی دولت و وزرا مانند عراق در جبهه حضور پیدا بکنند و باعث تقویت رزمندگان بشوند، ولی نه تنها امکانات به هیچ وجه اضافه نشد و زمانی که دولت به ظاهر در ستاد کل قوا مسئولیت گرفت، موجب پذیرش قطعنامه شد و جام زهر را به حضرت امام نوشاندند. رئیس ستاد یعنی آقای موسوی گفت پول نداریم. معاونت پشتیبانی و لوجستیک گفتن امکانات نداریم، یعنی آقای بهزاد نبوی، و معاونت تبلیغات و روابط عمومی جناب آقای خاتمی گفتن که مردم خسته شدن و دیگر تمایلی به جبهه ندارن و نه تنها مشکلی را حل نکردن، و بلکه همین اظهار نظرها باعث شد که حضرت امام قطعنامه را بپذیرند و جام زهر را بنوشند. در صورتی که دیدیم حضرت امام که احتمال تجاوز مجدد دشمن را میداد، فرمودن که از دشمن نباید غافل شد، و لذا توسط ائمه جمعه های سراسر کشور مخصوصا مقام معظم رهبری از مردم خواستن که به سوی جبهه حرکت کنند و حضور خودشان را در عمل نشان دهند، که آنچنان گسترده و سیل آسا حضور پیدا کردن که همین حضور نشان داد که مسئولین دولتی مردم را نمی شناختن. و از طرف دیگر تحلیل غلط ارائه نمودند، و دیدیم در جای دیگر از قول آصف احمد آقا رحمت الله علیه که فرمودند اگر می حضرت امام فرمودند که اگر می دانستم مردم این گونه به جبهه می آیند قطعنامه را قبول نمی کردند.
چرا بعد از این همه توطئه‌ها در ضرب زدن به نظام اسلامی و مردم جام زهر دادن به حضرت امام و به آشوب کشاندن تهران در سال 78 و با کفش و نماز خواندن دختر و پسر کنار هم و آتش زدن عکس امام رقص و پای کوبی در روز عاشورا و حمله به حسینی های امام حسین و آتش زدن و پاره کردن پرچم های عزای حسینی در سال 88 را فراموش کردند